با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا خدمت شما عرض کنم که اگه سرسو زیاد ببخشید چون جامعه عوض کردم خود گرما بعد بیشتر فرصت درست شد. در خبرها اومده بود که در خبرها که پشت پرده است بعدش رو میاد روی پرده گفتم درگیری بین سه قوه و خامنه‌ای خیلی بالا گرفته، حالا شده سه قوه و سپاه قدس و سپاه و یک قشری از مسلمان های به اصطلاح سنتی و خامنه‌ای. سپاه دیگه 10-15% از سرانش نکه دیگه نیرو ندارن، اینا طرف خامنه‌ای گرفتن و یه عده خیلی خیلی کم شاید مثلا 100 نفر هم از سنتی بازاری های قدیمی اینها طرف خامنه‌ای گرفتن، ولی در کل شکاف خیلی عمیقه، شکافیست که با کوه اورست هم توش پر نخواهد شد. شکاف چی هست خدمتتون عرض میکنم؟ شکاف اینجاست که اینها میگن آقا شما طرف روسیه رو گرفتی، روسیه به ما در توی تاریخ خیانت کرده، ظلم کرده، ستم کرده، الان باش اهمیت نداره تا چه اتفاقی بیفته، شما چی بهش میگن افراطی طرف سوریه روسیه رو گرفتی و خامنه‌ای هم قبول نمیکنه، چون میدونه چرا، چون وای سن سال دیگه قبول نمیکنه دیگه، هر چی میگه گفتم درسته، اگه قبولش نمیکنه همه جا رو باخته. بعد من راجع به این مسئله یک صحبت خواهم کرد، اگه کلی جا بده راجع به فر کیانی صحبت خواهم کرد. خیلی نکته جالبیه، دیشب با چند نفر از آقای صحبت میکردم بعد گفتم من رو صحبت میکنم. لاری جنی رفت انگلیس، رفت اون انگلیس میگید که آقا بجنبید که اگر ما چه دیر به جنبی خلاص مملکت در دست ما رفته و فلان و بند وسط، انگلیس هم دیگه را کسی نیست سیاست داشته باشه، اون پیش شاهش که بده شلوار خودش بالا بکشه دکمه پیرنش هم تو ببنده. بعد بین مظفرالدین شاه 50 خورده سال در ولایتی موند و اصلا دیگه مشخصه قیافش هم مدام سیاست می‌خوره. از دست انگلیس کار برمیاد، از دست کار برمیاد خودش حفظ می‌کرد، نمی‌تونه. اما رفته گفته و آمدن چیز کرده آخوندهای اسلام انگلیسی، چون اینا چند گروه هستن، هر کدوم آخونده 70-80% انگلیسی هستن، برای شک نکنید، یه تعدادی هم مختلفه هستن جا نوکری چی رو میکنن. اما خامنه ای نوبل هست که نوکری روس رو میکنه و همه جورا پاش وایستاده. روس و چین، روس و چینی که ضد دین اسلام هستن، ضد روحانی هستن، ضد مسائل معنوی هستن، ضدشون هستن، درست رفت تو کاسه اونها. اینجاست که اختلاف خیلی شدید شده و به خامنه اختار کردن و گفتن که علم میکنیم بد میکنیم، گفتن هر کار میخوام میکنیم بکنیم، من راهم درسته و از این حرفا. و خلاصه یک دفعه خیلی از اینا به قول معروف نسبت به خامنه تغییر وضعیت دادن، تغییر نظر دادن، تغییر جبهه دادن و خلاصه به خامنه گفتن که کرکت میکنیم، گفتن هر گوی بخشید هر کار میخوام بکنیم بکنیم از این حرفا. اما اینا همش به نفع ملت ایرانه، به شک ندارم و خوشحالیم از بابت. من چند خبر میخونم بعد میخوام راجع به فرق کیانی صحبت بکنم، یه نکته جدید و جالب برشون خواهد بود. من راجع به بورسیه سه سال از من کردم که بورسیه ها چی بوده در زمان شاه و بعدش اینها. ببین دوستان، من چون اون زمان سنسال هم قد میداد که بدم چی هرچی نیست، به جرعت به تو میگم 90% من خواست که درس میخوندن، نه بورسی ها خواست درس میخوندن، بچه بازاری ها بودن، بچه بازاری ها بودن، مادرهاشون چیش بمیش میگم سر فرانکست برید اروپا درس میخوندن. اینا اگه درس خونه توی اینا درس میخوندن، اینا اکثرا دیپلم هم نداشتن، به جور درست کردم براش کانا، رفتم کشور مختلف و از یک دفعه از اینجا خلاص رفتم اونجا، پول فراوان 96-97% درس نخوندن، 97% درس نخوندن، به جرات بتونه یاد. از همه جراته بود که در زمان گذشته 1-5 در 1000 دختر بودن، دختر نمیرفتن، نه میرفتن نه خانه که زده دارن. در نتیجه این بود که خیلی کم میرفتن و بدون. اما شاهنشاه بورسیه که گذاشت برای دانشجوها، این لیست بورسیه رو خودش نگاه میکرد، جالب بود، با اون هم مشغله کاری میبرد تو خونه شب نگاه میکرد که اسم آدمای اسم رسم دار رو مثلا پدر پودر توش نباشه. الان دو بار اعتقاد من شاه شده مثلا میگه نه بذار اشکال نداره. وقت اینا که از خارج کشور این جراح مافرا شد، ندید بدید تا
تازه به دوره رسیده رفتن اونجا و حقوق فراوان گرفتن، بعد رفتن جذب این گروه های اسلامی شدن که البته اونجا داخل تله هم گذاشته بودن، دام هم گذاشته بودن که دیگه اونش شد یا دیگه خود دیدی. پس شاهنشاه برای بورسیه خودش انتخاب میکرد از افراد گمنام، افراد ابتیز، البته خیلی از اونا هم رفتن به تحصیل کردن، به جای خوبی رسیدن و رشد زیادی کردن، با سفت های رام شدن و توشون بودن تک و تو که تعدادی خود سبسال زریف هم سالم کار داره. بله بچه باز داریم، خب درس نمیخوندن. خب پس من از این فاز فاز بیان بیرون، من هم سراغ خبرها خدمت شما هستم که وزیر گردشگری ایران میگوید مصرف بنزین بر تولید آن پیشی گرفته است. جلال خالق با مزه ای تو زرقا میواقعا با مزه ای. روسیه اوکراین را به حمله پهپادی به پل کریم متهم کرد. این پل کریم را بزنن کلی اتفاقات بد و زشت و خلاصه توش خواهد افتاد. حالا با پهباد ایرانی بزنن که فبا دیگه میشه اتفاق هم تو که قبل صحبت کردم و الاخر. معترضان در بغداد در تجمع در اعتراض به قرآن‌سوزی تلاش کردن سفارت سوئد را آتش بزنن. دولت رئیسی حتی 200,000 خانه هم در این دولت در دست نگرفت بسازن، حتی در شروع هم نکرده این باید حرف بزنه. رئیس سازمان خصوصی‌سازی جانشین وزیر اقتصاد شد. قربان‌زاده ترفیع مقام گرفت. بورس رو درست کرد. دیگه حالا خصوصی‌سازی درست کرد. اومد اینجا درست کنه. آباد کنه. دیپلمات ارشد چین خلل دیپلماتیک هنری هریکسی رو ستایش کرد. بله باز ازش میتونه نکنی. چرا نکنی؟ خب من مطلب رو پیدا کنم. بریتانیا منازعه در سطوح بالای حکومت ایران بر سر فروش پهپاد به روسیه آغاز شده است. رئیس آژانس اطلاعات خارجی بریتانیا میگوید در سطوح بالای حکومت ایران بر سر فروش پهپاد به روسیه منازعاتی در گرفته است. من گفتم درگیری بین مسئولین. ریچارد مور که روز چهارشنبه 28 تیر در پراگ پایتخت جمهوری چک سخن میگفت بدون توضیح بیشتر در این مورد تصمیم ایران برای عرضه پهپاد روسیه در جنگ اوکراین را غیر اخلاقی خواند. مؤسسه صلح آمریکایی به تازگی در گزارش اعلام کرد ایران تا پایان سال میلادی گذشته بیش از 1700 فروند پهپاد به روسیه تحویل داده است. بر پایه این گزارش پهپادهای ایرانی فروخته شده دارای طیفی از قابلیت‌های پرتاب بمب، شناسایی و گردآوری اطلاعات هستند. به گزارش مؤسسه صلح آمریکا تهران و مسکو و در اول سال جاری میلادی اقدام برای تولید بیش از 6000 پهپاد ایرانی در خاک روسیه را آغاز کردند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از جان کربی سخنگوی کاخ سفید گزارش داده بود تأسیسات تولید پهپاد ایرانی در خاک روسیه احتمالا اول سال آینده میلادی به طور کامل عملیاتی خواهد شد. او با اشاره به اطلاعات ماهواره مهر تولید این پهپادها این پهپادها منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در جمهوری خودمختار تاتارستان در غرب روسیه اعلام کرده است. به تازگی نیز سخن کاخ سفید در بیانیه از همکاری مسکو و تهران برای ساخت پهپادی را در داخل روسیه ابراز نگرانی کرد. به تازگی نیز کشور عضو سازمان ناتو در بیانیه خواستار توقع حمایت نظامی ایران از روسیه شد. در بیانیه کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تصریح شده که روسیه به بهره‌گیری از پهپادهای ایرانی به زیرساخت‌های حیاتی اوکراین حمله کرده و موجب کشته شدن شمار قابل توجه از غیر نظامیان. قابل توجه آقایانی که میگن نظام غیرنظامی اوکراین شده است. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که پیش از تجاوز روسیه به اوکراین پهپادها شما کشور تحویل داده است. روسیه هم به کارگیری پهپاد ایران در جنگ اوکراین را رد میکند. این در شرایطی است که بارها تصاویر از پهپادهای سردرگم شده ایران توسط دفاع هوایی اوکراین از سوی آن کشور منتشر شده است.
در این روزنامه که در این حال روزنامه که آن روز دوشنبه 26 تیر خبر داد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی در سفر خود چند کشور آفریقایی در روزهای اخیر از پهپاد ایرانی سمپاش و بازرس مزرعه رو نمایی کرد. این روزنامه از حمله اهداف از جمله اهداف سفر رئیسی به زیمبابوه و کاندار فروش پهپاد ذکر کرد. خب من در کلیپ قبلی گفتم تبعات این پهپادا و این حمایت چه خواهد بود، شک برش نیست و میبینیم به کجاست. اما راجع به فرق کنی صحبت کنم، ما در تو تاریخ رو میخونیم که خود امیر میشیم توش، دو تا شاه پدر و پسر فر کیانی شامشون شد. ما در شاهنامه فردوسی داریم که اکثر کسایی آمدن سر کار قبل از جمشید اینا دیوکش بودن. جمشید که آمد سر کار پسر طهمورث بود، این در دیوکشی یا آدم های بعد از بین بردن اوستا شده بود دیگه، خیلی سرین روش کرد. اینو بریم بخون که داستانش خیلی جالبه. جمشید خیلی سرین روش کرد و بعد جوری شد که غرور گرفتش و گفت دیگه اصلا دو دست من کسی نیمد و از این حرف ها. و فر کیانی در اصل به معنای عزت و عظمت و ارزشی که مردم برای شاهشون قائل هستن، این میگن فر کیانی که حساب فر شاهی بهش میگن. فر یعنی بزرگی و نشاندن و قصه و فرهبر اینا و از این قصه قضیه میاد. وقتی این غرور کرد و دیگه مست غرور شد، یه حرف و غیر از من کسی نیست، اونجا فر کیانی رو خداوند ازش گرفت، خودش موند خودش و اون غرور و اون به قول معروف کار اطلاعاتی باعث مرگش شد. توجه کردید؟ وگرنه جمشید خیلی زحمت کشید واسه ایران، پدرش هم همچنین طهمورث. در نتیجه حکومتی که سر کار آمدن برای روز خامنه‌ای صحبت کرد آقای نامی منتقل زبا تاینا فر کیانیش خودش رو حتی خمینی که از او اول کینه داشت اومد، او از او اول با نقشه اومد با تر اومد کلاس داشت گذاشته و خیلی مثل خامنه ای اولش کنن سر کار. من یادم یه روز از گوش خودم شهیدم، چون زمان دور کار تورید بودم، یه تری بردم پیشش تو اتاق و تو راه بودم کار داشتم اونجا، رفتم پیشش گفت که این تر اینجوری است. بعد نگاه گفت این تر کی چه زمان نوشته شده؟ این جمله خامنه ایست. گفت کی نوشته شده؟ که گفتم قول ما زمان شاه هست. گفت زمان شاه کارش درست بوده، امضا کرد و گفت ببرید. با اینکه طبعاً رئیس جمهور موقع یه چیز فرمایشی بود، اما امضا کرد و این جمله هم گفت که کارش زمان شاه درست بود. خامنه‌ای میاد به اینجا میرسه که روز انتخاباتش هم گفتش که من نباید بشم، من لیاقت ندارم، من فلانم، من پشمدانم. بعد بعضی دیدن تو کلیپ‌ها می‌ذارن میگن کاش که رئیس جمهور ما بود، کاش که فلان بود. همون حرفایی می‌زد، مردم اینجوری هستن، مردم حرفا رو می‌زد، درسته؟ اما زمانی که آمد شد رهبر و موقت که بعد موقت هم زد کنار، غرور گرفتش، ظرفیت این کار نداشت، شخصیت این کار نداشت، منش این کار نداشت، روش این کارم نداشت. یه سری متمده و سرک دوشی گرفتم و آقا تو اصلا منتخب خداوند است. یه بار گفت خودش، گفت من منتخب خداوند هستم. این بعض از این مغروه هست، دادستان فلان جا قاضی خدا، قاضی بهت میگم. غرور که گرفت انسان اصلا تموم شده است، کلکش کنده است، غرور تمام. اما رضا شاه هیچ وقت غرور نکرد، فر کلمش نگرفتن. حتی بعد از این همه سال وقتی که پیکرش به دست میاد، دنیا رو به هم میریزه، ایران جای خود داره، شاهنشاه آریامهر هم غرور نگرفتش، واسه ملتش خدمت کرد، فر کیانیش حفظ شد که اینقدر مردم دوستش دارن، اینقدر مردم بهش علاقمندن، اینقدر مردم یادش میکنم خدا بیامرزدش، چون با مردم برخورد نکرد. من فر کلی از اون میگرفتند و پسرشون شاهزاده عزیزمون که شاهی را خطاب خواهم کرد، ایشون هم فر کلی داره، چون هرچی راه کار میکنه رفتار خوب میکنه، برخورد بد نمیکنه، نمیکوبه، غیر از چند گروه که داره مشخصن. و ایشون هم فر کلی داره. و جالبتر این که این چی میگن پیشرفتر از اونها که عمل میکنه توی دموکراسی. اون زمان مختص زمان اینجا میگه، الان مختص زمان چیز دیگه است. پس میخوام اینو بهتون بگم، اگر شاه عظمت داره، رضا شاه عظمت داره، فر کیانی داشتن و خداوند فر کیانی رو نگرفت. این مدعیانی که آمدن و خمینی و امثال خمینی و دجال و اینا هم آمدن، دروغگوها اینا آمدن، فکر کنم با دروغش فر کیانی گرفت. مردم میفهمن اون همه جواب کشتن دادید
این همه مدیریت کشا نابود کردید، پول به ایران ارزش کردید، بیارزش کردید، موقعیت ایران تو دنیا در پاسپورت بود گذاشتید، از اوقاف دوزه هر جا که دوزید دوزیدید فرکی رو شما نمیاره، فکر با گمت بارگاه میاره، نه آقای خمینی اشتباه کردی و توف و لعنت داری تو، توف و لعنت داری مونده بعدش هم بعدش جرایتشون رو بشه. خامنه هم همچنین، خامنه اگه بیروز خفت و بیزلت افتاده فرکی کی چنده؟ فرکی کی چنده؟ آقای خامنه تو چیکار کردی که دیگه دور برای خودم لعنتت میکنند، آدمای خودم لعنتت میکنند، به قضیه پهبادا همه تو رو لعنتت میکنند، اون بچه‌ای که توی اوکراین کشته شده مقصر تویی، مقصر تو هستی، اون دور برایت که خفه خون گرن لال شده حرف میزنن که آره کردن زبون دارن در میرن. ولی بازی رو بد جوری باختی آقای خامنه‌ای، بد جوری باختی، حق تماس باشی، ماهیت اصلی همینه که الان رو شده و فرکیانی ملت ایران به رضا شاه، به شاهنشاه رو بدن و بچه پشیمونی صدا دانش الان میفهمن که شاهنشاه با اقتدار رفت، با عظمت رفت و فوت کردن، به رحمت خود رفتن. میخوام بگم جایگاه اون کجا، جایگاه الان دیگه کجاست، بعد تازه تاریخ هم نشون خواهد داد. پس اونای دوستایی که سوال میکنه از من که این چجوری میشه، چجوری میشه، اینجوری هست داده شاهنشاه اینا رو خوب میدونست، شاهنشاه با مردم برخورد نکرد، کشتار نکرد، اگر کرده اینها کردن به اسم شاه بخصوص مجاهدی کردن و این برمیگرده سر جاش که برگشته داره برمیگرده. عزیز دلید ایامتون کامل، دوستان خوش و فرکتیانی شهادت و پردیدش مبارک باشه که واقعا مردم دوستش دارن. حالا بیم هر چی بخوام بگن استری افرادی هستن که در تمام جنایت حکومت شریکن، از اون ابتدا تا حتی اون موقع بدون نیامده باشن چون توی بار رفتار کردن، تمام اون جنایت ها، بچه کشی در سوریه، در ایران، نسل کشی، اعدام، در تمام اینا چه بخواهی چه نخواهی شریک هستید، چرا از نه حمایت میکنید؟ چرا از نه حمایت کردید؟ حالا بعضی رای نمیدونید بس عدد است، ولی شماهایی که هستید از اون مزدوره که توی اروپا و نیستن باز هم خفخون نمیگه لال نمیشن هنوز حرف میزنن، حقتونه هر چی سرتون بیاد، من میدونم چی سرتون میاد، میدونم به چه فلاکت و بدبختی میفتید، میدونم به چه خفت میفتید، به حقتون هم هست، خودتون خواستی، خودکرده تدبیر نیست. درود روح پرروان، روح بزرگ رضا شاه کبیر، شاهنشاه آریامه، شاهنشاه یه چیز استثنایی بود، تکرار نمیشه. و با افتخار بدن که من در این زمان زنده هستم و بتونی حرف رو بزنم. ایام بکام، روزگارتون خوش.